سلامی به اسم آبنما چوبی. امروز مثل ویدیوهای دیگه دنتی تاک میخوایم در مورد آبنما چوبی صحبت کنیم و حالا آبنبات های دیگه، کلا هر چیزی که آبنباتیه. لزومت چوبی ملاک نیست. حتما تا انتهای ویدیو همراهمون باشین، چون قول میدم مثل ویدیوی بررسی پوفک و آدامز به دردتون میخوره. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال پی ام دنتی لایف. بدون معطلی بریم سر وقت آب نبات چوبی. البته گفتنیه، توی این ویدیو مجموعه ویدیوی دنتی تاک یه سری اطلاعات به شما میدیم که راجع به دندون و دندون پزشکیه که تا حالا کمتر کسی بهش اشاره کرده و خیلی اطلاعات عمومی شما رو بالا میبره. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنین. سوالی هم در این زمینه داشتین تو کامنت ها بپرسین. خب کلا ببین آب نبات چوبی چیه؟ مثل ویدیوی پوفک، مثل ویدیوی آدام سینا، ببینیم اصلا ماهیتش چیه. اکثرمون میدونیم ماهیتش چیه. ماهیتش چیه؟ قنده. طبیعتاً. و توی ویدیو این که گفتم چرا دندونا خراب میشه توضیح دادیم که تو دهن ما پر از میکروب و باکتریه که سوخت اصلیشون چیه؟ گلوکوز. همون قندی که تو آب نبات چوبی هست، تو چیزهای دیگه هست. توی مثلا گفتم نون که ما میخوریم، حتی نون شکسته میشه پیونداش و تبدیل میشه به قند، کربوهیدرات تبدیل میشه به قند و باکتری استفاده میکنن دیگه. چه برسه به آب نبات چوبی که دلار واسه باکتریا و قشنگ اون قنده رو که مصرف میکنیم ما. حالا بچه‌ها به خصوص، خیلی واسه بچه‌ها این ویدیو مهمه. اگه حتما بچه کوچیک دارین اصلا عادتش ندین به خوردن آب نبات چوبی، چون واقعا به جز ضرر آب نبات چوبی هیچ چیزی نداره. و واقعا عادته، یعنی چون من خودم از بچگی نخوردم اینا، الانم خیلی علاقه ندارم. حالا من خوردم، علاقه دارم. چه آب نبات چوبی، چه انواع آب نباتها. حالا چرا آب نبات؟ مثلا فرق آب نبات با شیرینیجات چه؟ مثلا شیرینی خامه‌ای، شیرینی دقیقاً برعکس همون شیرینی و اینا، خودش سخت هم هست، یعنی سفته. یعنی علاوه بر اینکه خودمون گلوکوز و حالا شیرینی رو داره، ممکنه مثلا بچه بذاره داخل دهنش همینجور قرش قرش گاز بزنه. اگه بجوه آب نبات چوبی دیگه اصلا هیچی، از نظر فیزیکی هم مثل پفک گفتیم مثلا فیزیکش چسب ناکه داغون میکنه، این از نظر فیزیکی هم آسیب میزنه. و حالا باکتری‌ها که قند رو مصرف میکنن، از اون ور یه سری ماده دفعی تولید میکنن که اسیده و اون اسیده کلا محیط دهن رو اسیدی میکنه، باعث میشه دندونا زودتر پوسیده بشن و آسیب ببینن. حالت ایدئالی که حالا بزاق یا آب دهن داره تولید میکنه اینه که محیط دهن رو قلیایی نگه داره که این باکتری‌ها نتونن فعالیت کنن و با اون اسیدی که تولید میکنن حالا به مینای دهن آسیب بزنن و بپوسوننش. بعد حالا یه بدی دیگه آب نبات چوبی چیه؟ ما کلا تو تعاریفی که داریم، حالا میگم این تعاریفی که میگم راجب دهان و دندانه، یعنی راجب مثلا دیابت نیست. دیابت خب کلا شیرینیجات بده واسش. ببینین وقتی ما مثلا شیرینیجات میخوریم، هر چقدر این شیرینیجات کمتر تو دهنمون باشه بهتره، کمتر آسیب میزنه. یعنی مثلا میگم شما یه دونه شیرینی دانمارکی، نمیدونم حالا هر شیرینی، شیرینیجاتی که شیرینی فروشه دارن، هر شیرینی که هست، حتی شکلاتایی که مثلا کاکائو یا اینا رو بخوری قورت بدی، کمتر به دندونت آسیب میزنه. اونم آسیب میزنه، کمتر به دندون آسیب میزنه تا اینکه آب نبات تو دهن باشه هی بچرخه، بچرخه با زبون. خود زبون که مثلا اون قندا میمونه روش، خیلی وقتا اون زبون میچرخه، مثلا دندونا رو لمس میکنه، اون قنده رو انتقال میده و اسیدی تر میکنه، یعنی اون باکتری ها قنده رو مصرف میکنن، باز آسیب بیشتری میزنن. آره، یعنی در هر دو حالت بده، چه مثلا بخوای بخوریش بجوییش یه آسیبی داره، چه بخوای مدت طولانی حال داخل دهنت نگه داری که خودش آب بشه، اونم باز آسیب بدتری داره. یا مثلا راجب کیتکت ها و تک تک ها، هرچی این شکلات های هیست که 4 تا تیکه هست، میگن که بازم از نظر دهان و دندان در کل واسه دیابت بده قند. ولی مثلا برای بچه میگن این 4 تا تیکه رو یه جا بخوره بهتر از اینه که مثلا تیکاشو هر کدومو مثلا به فاصله یه ساعت بخوره، یه دونه یه دونه بخوره. چرا؟ چون میگم این دهن وقتی که اسیدی میشه، بذار یه بار اسیدی بشه، حالا بعدش یا مسواک میزنه کودک یا حالا خودمون، یا اون بزاق دهن، اون آب دهن ما میاد کم کم اون اثر اسیدیه رو خنثی کنه.
کمتر آسیب ببینه. یعنی ولی میاد هر بار درست کنه دهن، دوباره مثلا یه ساعت بعد بخواد بخوره دوباره اون میکروبا دلی از اعضا در میارن، ای خداشون میشه. یعنی هی اون بهشون سوخت میدی، اونا هم شروع میکنن به فعالیت کردن، تا میخواد یه ذره فعالیتشون مهار بشه دوباره شکلات میخوری، دوباره شکلات میخوری. و بدترین چیزم واسه بچه اینه، مثلا ببین به بچه ها نمیتونیم بگیم شکلات نخور، عاشقشن. اتفاقا چند روز پیش من یه بیمار داشتم، به باباش میگفتم شکلات نخوره، آدامس نخوره. آدامس هم تو اون یکی ویدیو گفتم، گفتم آدامس نخوره، گفت عاشق آدامس باد کنن که، گفتم آدامس هم اگه میخوره شوگر فری باشه. حالا تو ویدیو بررسی آدامس کامل توضیح دادیم، آدامسی که شکر داره مثل همه آب نبات دائم داره میچرخه و اون قندش آسیب میزنه. و هی گفتم اینا دیگه، هی بچه اعصابش خوشو گفتم میخورم یه چند تا بده بیارم به من کن دیگه. آره مایای اون بچه توی کلا قرمزی بچه کوچولو هم بودم دیگه، یه چهار تا فوش و ریچارد هم بار من کرد دیگه، باباش بنده خدا رفت دهن بچه رو که برام موندم، بچه به این سن چجوری این فوشا رو میده؟ مثل آقای موزیک. آره قشنگ رفت باباش دهن گفت ببخشی شرمنده هم دیده. ولی گفتم نه عمو ببین شکلاتینا کمتر بخور. حالا اینجا اینو می‌خواستم بگم، شکلاتو هر چقدر کمتر بخورن بهتره، نمیشه بگیم نخورن. و اینکه توی یک وعده مصرف کنن، یعنی مثلا میگم مثلا شکلات و صبونه و نوتلا اینا اگه میخواد مصرف کنه صبونه بخوره، اونم خوب نیست، ولی بهتر از اینه که دائم تو طول روز مثلا میگم بره قایمکی یه قاشق بخوره به مال رو کیک بخوره، اینا خیلی بده. این تعداد دفعات شیرینیجات کلا هر چی غذا این زیاد بشه برای دندون ما بیشتر آسیب میزنه. هرچی فارسا بیشتر توضیح میده و همین بیشتر دلم آب میشه. آقا بگم شکلات رو بمانه روی کیک. پس در کل بخوایم در مورد آبنما چوبی بگیم، خب از هر نظر بده. یکی مثل نوشابه میمونه که میگن کلا سم خالصه. آره دیگه، چه از نظر خود ماهیتش که کامل گلوکوزه و باکتری ها مستقیم مصرف میکنن و محیط دندون رو اسیدی میکنه و باعث میشه دندون بپوسه، چه از نظر مدت زمانی که داخل دهن هست که بخوان حالا بچه ها نگه دارن تا اینکه اون آب نبات آب بشه یا بخوان بجوان، در هر دو حالتش آسیب خیلی بیشتری میزنه به نسبت حالا شیرینی هایی که نرم هستن، چون اون آب نبات آروم آروم تو دهن آب میشه و اون قنده میمونه، شیرینی و شکلات های دیگر میخوریم تمومش رو قورت میدیم میره، ولی این دائم تو دهن میچرخه و پدر دندون رو در میاره. و اینکه مثلا شما واسه بچه‌تون اگه حالا میریم سوپرمارکت اینا چیزی دلش میخواد، ترجیحتون به سمت چیزای دیگه باشه تا آب نبات چوبی، مثلا بستنی بخوره بهتره، باز بهتر از آب نبات چوبیه. نوتلا هم بخوره. و اینکه در آخر اگه این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو حتما لایک کنین، خیلی از ما حمایت میکنه. هر سوالی راجع به اینجور چیزا داشتین، جای تغذیه‌ای واسه دهان و دندان ضرر داره یا نه، بپرسین تو کامنت ها. و اینکه به هیچ عنوان هم آب نبات نخورین اگه دندوناتون رو دوست دارین. حالا البته آب نبات الان یه چیزی یادم افتاد، ما مشاورمون میگفت سر آزمونا و اینا میگن خوبه چون به مرور قند آزاد میکنه، واسه مغز خیلی خوبه میگن، مثلا گلوکوز میرسه به مغز، ولی خب واسه دندون ضرر داره طبیعتا. و در آخرم پیشنهاد میکنم که ویدئوی پفک رو ببینین، خیلی به دردتون میخوره. یه ویدئو هم که چرا پفک ها رو پنیری میسازن. نه پفک دارم پفک رو میگم دیگه، چرا پفک بیشتر میخوره وای سه دقیقه، چرا پفک ها رو پنیری میسازن؟ نه آدامس رو بخورین، میخوام آدامس رو بخورین میخورن دیگه. نه ویدئوی آدامس رو ببینین، چون آدم میشه آدامس میخوره تا پفک، یا ببینین که چه مزیت ها و معایبی داره. جفتش هم جفتمون هستیم دفاع میکنیم. بله آره، چرا پفک ها رو پنیری میسازنم اینجا براتون میذارم، حتما ببینین، اونم نکته جالبی داره که شاید قابل توجه باشه براتون.